بله، از برگزاری رمضان در آمریکا گفتیم. گفتگویی داشتم با دکتر صدیقه وسمقی، دینپژوه، استاد دانشگاه، شاعر و نویسنده، که بیش از یک سال از ایران خارج شدند. از ایشان در مورد تأثیر آزادی مذهب در رشد روانی و بهداشت جامعه پرسیدم و اینکه آیا در این یک سال و نیم برای انجام فرایض دینی خودش در کشوری مثل سوئد آیا آزاد بوده است یا نه به عنوان یک مسلمان. من اینجا مشکلی نمی‌بینم، با مشکلی برخورد نکردم در انجام فرایض دینی که مایل هستم انجام بدم. به هر حال در کشورهای اروپایی وجود این آزادی نسبی کمک کرده به توسعه این کشورها. در همین سوئد هم ما این رو می‌بینیم که خب واقعا من از این که اینجا میبینم به خصوص در محافل آکادمیک و دانشگاهی این علاقه و کنجکاوی برای شنیدن نظرات گوناگون و متفاوت اصلا وجود داره، استقبال میشه از شنیدن اینها و دعوت میشه برای بیان این عقاید و دیدگاه ها و اینها با علاقه اینها رو گوش میکنن، در حالی که خب به عکس متاسفانه در کشور ما، من اونجا هم سابقه دانشگاهی دارم، خب دانش واقعا اساتید منع میشن و منع میشدن از بیان افکار و عقاید و دیدگاهاشون و متاسفانه تحت تاثیر فضایی که تحمیل شده بر جامعه ما، من همیشه تأسف میخورم از اینکه حتی دانشجویان عزیز ما هم، بعضی از این دانشجویان ما هم به بسته شدن این فضا در دانشگاه کمک میکنن. اونها هم در مقابل استاد می ایستن و از اینکه استاد یک عقیده متفاوتی رو با اونچه که به طور رسمی تبلیغ میشه بیان بکنه مقاومت میکنن، تهدید میکنن، گزارش میکنن. اینها لطمه میزنه به فضای علمی کشور. در اینجا تفاوتی که وجود داره این هستش که اصلا چنین محدودیت هایی نیست. عدم وجود محدودیت به این معنا نیست که انسان ها، افراد میتونن هر حرف نامعقولی رو بزنن. اینطور نیست. انسان عقل داره و عقل عامل کنترل، شنوندگان هم عاقلن. اگر کسی حرف نامربوطی بزنه، حرف ناموجهی بزنه، و شنونده او رو زیر سوال میبره و هر کسی برای به هر حال اثبات ادعای خودش باید دلایلی داشته باشه و تلاش بکنه. از بیان این عقاید و افکار واقعا آثاری به وجود میاد که ما داریم در دنیای غرب میبینیم که واقعا اندیشمندان جهان سوم رو جذب میکنن. واقعا کاش این شرایط در ایران هم فراهم میشد. از اعمال محدودیت جامعه ضررهای فراوانی میبینه. به ویژه اجازه بدید من در رابطه با مسئله دین و تحمیل شعائر دینی این نکته مهم رو مطرح بکنم که استفاده ابزاری از دین و شعائر دینی و تلاش برای تحمیل شعائر دینی با اعمال زور و قدرت به مردم یکی از بزرگترین آثار خسارتبارش این هستش که همین احکام و شعائر دینی تبدیل میشه به ابزاری برای مخالفت. به همین جهت هستش که در دل حکومت‌های دینی همیشه ضدیت با دین و ضدیت با احکام و شعائر دینی پرورش پیدا میکنه.